برنگ و نارده داشت، آزمایش دادم، آره مثبته. خیلی اوزام خراب بود، الان یه ذره بهتر شدم. مثلا اوزام یعنی یه چیز میگم، یه چیز میشنبی برنگ، نابود بودم برنگ، نابود. مهرداد میناوند بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس در اثر کرونا درگذشت. علیرضا خلیفه خبرنگار ورزشی از فوت مهرداد میناوند خبر داد. در ادامه ویدیو نگاهی به زندگی مهرداد میناوند و آخرین صحبت‌های پزشک معالج میناوند را ببینید. فقط اگه برای اولین باره که به کانال ما اومدید، حتما کانال ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید. خبر تلخ این که مهرداد میناوند 9 آذر همین امسال ازدواج کرده بود. پزشک معالج میناوند گفت وضعیت میناوند تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز خوب بود و سطح اکسیژن او 90% بود. به طور ناگهانی شرایط بدن او تغییر کرد و ضربان قلب او افزایش یافت و سطح خون او پایین آمد. ارتباط برقرار کردیم با آقای لطفی، پزشک معالج آقای مهرداد میناوند. آقای لطفی سلام بر شما، جزئیات بیشتر رو از زبان شما میشنویم. سلام خدمت همه بینندگان عزیز، من خدمت مردم عزیز و هواداران فوتبال تسلیت عرض میکنم. فوت آقای میناوند رو متاسفانه در شرایطی که وضعیتشون تا 6 بعد از ظهر امروز بسیار وضعیت پایدار و امیدوار کننده ای بود، یعنی درصد اکسیژن خونشون بالای 90% بود و وضعیت کلیوی، وضعیت کبدی، فشار خون و گردش خونشون خیلی شرایط پایدار و باثباتی داشت، به طور ناگهانی متاسفانه یک آمبولی بزرگی اتفاق افتاد توی بدنشون و شرایط رو به صورت ناگهانی بسیار وخیم و طوفانی کرد، به طوری که ضربان قلبشون به شدت افزایش پیدا کرد و همینطور درصد اکسیژنشون پایین افتاد. و علی‌رغم اینکه تیم درمان اهم از همه پزشکان رشته های مختلف و تیم پرستاری و تیم پیراپزشکی و پاراکلینیکی تلاش های خیلی خیلی زیادی برای نجات جون ایشون انجام داد، متاسفانه شرایط موفقیت آمیز نبود و به علت آمبولی ریه متاسفانه فوت کردن. بیشتر روی دقت دفاعی تا درشته میشه برکلا به مهرداد میناوند، از گلای زیبای فوتبال این دوره بود. دو تا شوت از راه دور تا دروازه تایلند باز میشه. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم. میناوند متولد سال 1354 بود و طی سالهای 1375 تا 1382 75 بار پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را برتن کرد. این مدافع چپ فوتبال ایران سال 1374 از تیم پاس به پرسپولیس آمد و در 3 سال حضورش 89 بار با پیراهن این تیم بازی کرد و 13 گل به ثمر رساند. او در ادامه به اشتروم گراتس اتریش ترانسفر شد و طی 3 سال 67 بازی هم برای این تیم انجام داد. میناوند در ادامه برای شارلوای بلژیک و الشباب امارات بازی کرد و دوباره در سال 1382 به پرسپولیس بازگشت و پیراهن تیم محبوب خود را برتن کرد. دوره دوم حضورش در پرسپولیس فقط 1 سال طول کشیده و در ادامه این مدافع چپ راهی سپاهان و راه آهن شد و در سال 1384 از فوتبال خداحافظی کرد. میناوند در عرصه مربیگری خیلی فعالیت نکرد و فقط 2 سال در خونه به خونه و 1 سال هم در سپیدرود رشت حضور داشت. در سالهای اخیر میناوند با ورود به عرصه اجرا با کارگزار باشگاه پرسپولیس همکاری میکرد و برنامه‌های پرسپولیس را اجرا میکرد. میناوند در 4 بازی اول تیم ملی، اگر ما در هر بازی می‌خواستیم 2 نفر یا حداکثر 3 نفر از بهترین بازیکن انتخاب کنیم، بدون شک شما یکی از اون بازیکن‌ها بودید. فکر می‌کنم خیلی قبول دارن که مهرداد میناوند کم فراز و نشیب‌ترین بازیکن ما در دور رفت بود. در دور برگشت خودت همون مهرداد میناوند آماده دور رفت می‌بینی یا نه؟ بالا 100%. من بازی به بازی فکر می‌کنم هم علاوه روحی هم علاوه بدنی آماده‌تر می‌شم. ولی خب شما ببینید هر بازی به یه بازیکن یه نوع وظیفه میدن. شما ببینید من بازی با عربستان، تو عربستان خب آقای بلازویچ از من خواسته بود که حتی به سمت راستم سرک بکشم. خب این دوندگی که خب تو اون هوا و تو اون شرایط باعث شده بود که خب انرژی من تحلیل بره و شما دیدین تقریبا 20 دقیقه آخر 10 دقیقه آخر بود که آقای بلازویچ دیدن که من واقعا دیگه نمیتونم اونقدی که مثمر ثمر باشم دو زمین، به منو تعویض کردن که آقای سیریستم اومدیم هم همینجا میدونم برنامه رو نگاه میکنه بگم که گل خیلی قشنگی زد. بعد
فکر میکنم خیلی هر بازی یه وظیفه مخصوص به خودش داره. تو نهایتی نهایت مثل معراج سپیده، تو نفس کشیدن من، نفسایی که بریده، شام آخر بی تو شاید شب آغاز باشه، میتونه زمین دلیلی واسه پرواز باشه، شام آخر بی تو شاید شب آغاز باشه، میتونه زمین دلیلی واسه پرواز میشه رنگ قرمز جدا ز نام مهداد، پیش پنج تیم مایی، کاپتان تیم مایی، خدا حافظ مهداد با تعصب، خدا حافظ مهداد با تعصب، خدا حافظ مهداد با تعصب، خدا حافظ خدا حافظ مهداد با تعصب، خدا حافظ مهداد با تعصب، خدا حافظ مهداد با تعصب، خدا حافظ قسم به پرسپولیس و قسم به اسم مهداد.